مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. سلام، با 30 دقیقه خبر خوش آمدید. سرخط خبرخان. در پنجمین روز 600 صندوق رای تفتیش شده است. کمیسیون از انتقال نزدیک به 50% صندوق های رای به کابل خبر می دهد. جان کری پایه‌گذاری کرد، جیمز دابنز عملی می سازد. دابنز به کابل آمده تا تعهدات نامزدان با وزیر خارجه امریکا را پیاده سازد. و پس از 8 ماه انتحاری با موتر بم گذاری شده در هلمند، در حمله بر کاروان موترهای پلیس 2 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. شب شما بخیر. با تازه ترین ها از افغانستان و جهان تا این ساعت با شما خواهیم. نزدیک به 50% صندوق های رای به کابل انتقال داده شدند. بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، از میان 22,822 صندوق رای نزدیک به 9,500 صندوق آن به کابل انتقال داده شده است. کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌ورزد برخی از صندوق ها که بر اثر تفتیش مشکوک شناخته شدند دوباره بازشماری می شود. روند تفتیش 100% آرا وارد پنجمین روزش شد. کمیسیون مستقل انتخابات از تفتیش آرای نزدیک به 600 صندوق رای در این زمان خبر می‌دهد. گزارش‌ها می‌رسانند که موارد از تقلب جدی نیز در جریان تفتیش آرا مشخص شده است و نزدیک به 30 صندوق که بالاتر از 600 رای در آنها وجود داشته است شناسایی شده اند. کمیسیون مستقل انتخابات آمار صندوق‌هایی را که در آنها آرای تقلبی وجود داشته مشخص نمی‌سازد، اما تأکید می‌ورزد که برخی از صندوق‌ها بار دیگر تفتیش خواهند شد. 16 موردی که در چک لیست است، بعضی از موارد نشان میده که تعداد صندوق ها باید پس از هر تفتیش شمارش شود، یعنی به شکل جدیش بررسی شود. بنابراین در رابطه با ابطال صندوق ها و یا هم را فقط از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باید تصمیم بگیره که تا به حال چنین تصمیم گرفته نشده. از سوی هم شمار ناظران داخلی و جهانی برای نظارت از روند تفتیش آرا افزایش یافته است. مجموع ناظران داخلی و جهانی به 1326 تن میرسد و صندوق های رای نیز از ولایت ها در حال انتقال هستند. از ولایت بلخ در حدود 1116 صندوق، از ولایت غزنی در حدود 909 صندوق، از ولایت میدان وردک 474، از قندهار 1082، از هرات 1515 و از هلمند 690 و از پکتیکا در حدود 796 صندوق به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت ورسیده که در مجموع 9476 صندوق رایدهی بر تفتیش در مرکز در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات آماده تفتیش است. از سوی هم قرار است فردا صندوق‌های ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار و لغمان نیز به کابل انتقال شوند. اکنون دیده شود که نتیجه این تفتیش که در جهان بی‌پیشینه است و میلیون‌ها رای را در بر می‌گیرد، مورد پذیرش نامزدان قرار می‌گیرد و یا نه. تعهدات نامزدان انتخابات با جان کری باید عملی شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان به کابل سفر کرده است تا تعهدات نامزدان انتخابات با جان کری را عملی سازد. تلاش برای پیروزی روند تفتیش را هم بخشی از آجندای سفر این مقام ارشد آمریکایی به کشور گفته شده است. حسیب مودودی با جزئیات بیشتر. او ارشدترین نماینده واشنگتن در دو کشور آسیب پذیر منطقه است، افغانستان و پاکستان.
جیمز دابنز فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای این دو کشور به کابل آمده است تا نحوه عملی شدن تعهدات دو نامزد انتخابات را با جان کری از نزدیک نظارت کند. سفارت آمریکا در پاسخ به پرسش تلویزیون یک درباره هدف سفر آقای دابنز به کابل گفته است که آقای جیمز دابنز به خاطر به کابل سفر کرده است تا روند تفتیش را به گونه پیروزمندانه سپری شود و تعهدات را که هر دو نامزد انتخابات با جان کری وزیر خارجه آمریکا کرده بودند عملی گردد. این دیپلمات ارشد آمریکایی در نخستین روز وارد شدنش به کابل نزد رئیس جمهور کرزی رفت. ریاست جمهوری میگوید که این مقام آمریکایی آخرین اطلاعاتش را درباره تفتیش آرا و نتیجه گفتگوهای نامزدان انتخابات با همدیگر با رئیس جمهور کرزی شریک ساخته است. رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته با نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان آقای دابنز صحبت کرد و در این صحبت بیشتر روی مسائل مربوط به انتخابات مربوط به تفتیش آرای انتخابات در دوم ریاست جمهوری و همچنان مذاکرات و دیدارهایی که با نامزد ریاست جمهوری افغانستان داشت برای جمهور افغانستان معلومات داد. کیلومترها دورتر از افغانستان در آمریکا انستیتوت صلح آمریکا نشست زیر نام میراث کرزی در واشنگتن برگزار کرد. فرستاده پیشین سازمان ملل متحد در کابل از شرکت کنندگان نشست بود. کای آیدا تاکید می‌ورزد که جانشین آقای کرزی باید در حفظ تمامیت ارضی افغانستان گام در جای پای کرزی بگذارد. رئیس جمهور کرزی همواره در تلاش بود تا تمامیت ارضی افغانستان حفظ شود و این تلاش‌ها را بیشتر در دوره دوم ریاست جمهوری خود انجام داد. از دید من تلاش‌های او بسیار مؤثر و بجا بود، زیرا برای هر کشور تمامیت ارضی‌اش بسیار مهم است و رئیس جمهور آینده افغانستان نیز باید روی این موضوع بیشتر تمرکز کند. در این نشست کارنامه‌های 13 سال حاکمیت رئیس جمهور کرزی محور گفتگوها بودند. جان آلن فرمانده پیشین کل نظامیان خارجی در افغانستان گفت که سیاست واشنگتن در برابر اسلام‌آباد همواره نشانه انگشت انتقاد رئیس جمهور کرزی قرار می‌گرفت. این مقام پیشین نظامی آمریکا تاکید می‌ورزد که رئیس جمهور کرزی همواره هشدار می‌داد که واشنگتن در نبرد با هراس افغانی راه اشتباهی را تعقیب می‌کند. با این هم افغانستان هنوز درگیر انتخابات و مسائل مرتبط با انتخابات است. تا چند دیگر که یکی از این دو نامزد جانشین رئیس جمهور شوند، این تنها میراث‌ها و کارنامه‌های رئیس جمهور کرزی خواهند بود که نامش را همیشه سر زبان‌ها نگه خواهد داشت. مجلس نمایندگان خواستار شفافیت در بررسی 100% آرا است. مجلس نمایندگان این کار را برای حکومت آینده کشور سودمند می‌داند و شماری از اعضای مجلس جنجال‌های پیش آمده انتخابات را سبب گسترش ناامنی‌ها، بلند رفتن بهای مواد اولیه و بیکاری در کشور می‌دانند. در پی آغاز بررسی 100% آرای انتخابات، برخی از اعضای مجلس نمایندگان نسبت به این روند نگرانند. اما نمایندگان از نامزدان می‌خواهند با استفاده از توافقاتشان بر حکومت وحدت ملی نباید در کشور بحران ایجاد کنند. اگر بدنه کابینه آینده از وزرای موجود تشکیل شود، مطمئن باشید که بازنده اصلی مردم افغانستان است و ما وارد یک دور باطل فساد و ناکامی خواهد شدیم. کاندیداهای محترمی که به صدها بار برای مردم افغانستان وعده های بسیار خوبی دادند، این بار به خاطر ایجاد حکومت وحدت ملی توافق که انجام دادند به توافق 100% پایبند باشند. مجلس نمایندگان هشدار می‌دهد که اگر برنامه بررسی 100% آرا به گونه شفاف به پیش نرود، مردم گواه چالش های دیگری خواهند بود. مرحله تفتیش و شمارش آرا را به شکل بسیار دقیق به پایان برسانند تا حداقل در نتیجه تفتیش و شمارش آرا یک رئیس جمهور مشروع و قانونی در افغانستان به قدرت برسد. حکومت فعلی افغانستان نظام حقوقیشی هیچ ربطی نه از دور و نه از نزدیک با اسلام نداره. هیچ ربطی با اسلام نداره. اجازه بده. اما گفته های رمضان بشردوش در باره بی ربط دانستن نظام کنونی با اسلام خشم این نماینده ها را برانگیخت. نماینده هایی که به بشردوش حمله ور شدند و او را از تالار بیرون کردند. بشردوش را به جای سابقش ببرید. بشردوش را بیرون کنید. موادی که در قانون اساسی افغانستان به کرات تکرار شده ناظر به این است که مبنا و معنای حقوق اساسی افغانستان اسلام دین این چیزی است که به هر حال ایشان اظهار نظر کردند. دوستان ناراحت نشوند. به اساسات دینی ما، به مقدسات اسلامی ما،
با آنچه که مردم افغانستان با واسطه او از جان و مال و هرچه داشتن ریختن و ساختن و باختن و سوختن در تالار اعتراض میکنه و میگه ما اسلام چی نداره. اعتراض می ایست که نسبت به همچو کسی که هر روز علیه ما در همه وقتا هر چیز داره اخراجشان کنید. با این همه درست پیش رمضان بشردوز و بکتار سیاوش نیز ظاهراً در اعتراض به تصویب قانون و مسئولیت و حق امتیازهای اعضای شورای ملی از مجلس بیرون کشیده شدند. در همین حال در پی جنجال‌های اخیر انتخاباتی برخی از کشورها کمک‌های خود را به افغانستان قطع کردند. وزارت امور خارجه افغانستان امیدوار است که تفتیش آرا نتیجه دهد تا این کشورها کمک‌های خود را اثر گیرند. این وزارت همچنان حمله انتحاری در ولسوالی ارگون پکتیکا را کار گروه حقانی و به دستور سازمان استخباراتی پاکستان می‌پندارد و تاکید دارد مدارک معتبری از دخیل بودن پاکستان و امنی‌های کشور وجود دارد. سلیمان مستمند با جزئیات بیشتر. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هرچند در فضای نسبتاً امن برگزار شد، اما آنچه که اتهام‌های تقلب گسترده در این انتخابات گفته شد، جنجال‌ها را در میان دسته‌های انتخاباتی به میان آورد. هرچند این تنش‌ها با پادرمیانی جان کری وزیر خارجه آمریکا و توافق دو نامزد بر شمارش مجدد آرا اندک فروکش کرد، اما در این گیرودار اقتصاد متزلزل بیشتر متاثر شد. حالا وزارت خارجه کشور میگوید که جامعه جهانی کمک‌هایش را به افغانستان قطع کرده است. به خاطر مشکلاتی که در روند انتخابات پیش آمد، بعضی از کشورها کمک‌هایشان در بعضی از استقامت‌ها یا متوقف و یا بطی شده. البته بدون شک کمک های عده ای از کشورها در بسا از نقاط مشخص مبتنی بر یک سری از شرایط است. افزایش ناامنی های اخیر در کشور مورد دیگری است که مردم را به آینده بیشتر نگران کرده است. در تازه ترین مورد حمله انتحاری در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا و حمله بر فرودگاه کابل که گفته می شود به دستور استخبارات پاکستان سازماندهی شده بود، بار دیگر آرامش نسبی مردم را برهم زده است. در رابطه با حمله انتحاری که در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا صورت گرفت، نهادهای امنیتی کشور گفتند که این حمله توسط شبکه حقانی در تبانی با استخبارات نظامی پاکستان سازماندهی شده بود. در این حال سخنگوی وزارت خارجه تاکید می کند که از راه گفتگوهای دیپلماتیک با مقام های پاکستانی تلاش ها برای پایان دادن به این چالش ها جریان دارد. به خاطر حل چنین مشکلاتی از دیر زمانی بدین سو، دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه وزارت امور خارجه از گزینه های متفاوت به ویژه تلاش ها از مجاری دیپلماتیک نه تنها در تماس های مستقیم با خود دولت پاکستان، بلکه با حتی نمایندگان جامعه جهانی که فرستاده های ویژه بعضی از کشورها برای جمهوری اسلامی افغانستان و هم پاکستان هستند، تلاش ورزیده که این نوع مشکلات حل شود. چیزی که سخنگوی وزارت خارجه کشور گفتگوهای دیپلماتیک می نامد، پیش از این میان هیئت‌های افغانستان و مقام‌های پاکستانی چندین بار انجام شده است، اما نتایج آن ثمر بخش نبوده و هیچ پیشرفت در این راستا صورت نگرفته است. حمله انتحاری در هلمند دو کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. انتحار کننده موتر پر از مواد انفجاری خود را در برابر کاروان نیروهای پلیس منفجر کرد. این نخستین حمله از این نوع در هلمند پس از 8 ماه تکرار شده است. کاروان نیروهای پلیس ولسوالی گرمسیر که به مقصد ولسوالی سنگین در حرکت بود، نزدیک چاشت امروز در مسیر میان لشکرگاه قندهار هدف حمله یک مهاجم انتحاری قرار گرفت. انتحار کننده موتر پر از مواد انفجاری را در برابر این کاروان منفجر کرد که از اثریان دو تن کشته، بیش از 15 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی هلمند میگوید یک پلیس و یک غیر نظامی در این رویداد کشته و 15 تن دیگر که در میان آنان نیروهای پلیس و غیر نظامیان قرار دارند زخم برداشتند. مخالفین له خواڅه خه او پر له ډول موټر ودی او ټانک سره جنگیدلای دي چې هغه کې
تقریبا یو پولیس شهید لرو او یو ملکی کس شهید لرو او دی پینزل سنو اضافه داگه که ملکی کسان او پولیس شامل دی زخمیان دی چه دمگره امرجنسی تر سول شوی دی در ملک دفعه. مسئولان بیمارستان امرجنسی هلمند اما شمار زخمی ها را 20 تن اعلام کردند که از این میان 13 تن پلیس و 7 تن دیگر غیر نظامیانند. آن گونه که شاهدان عنوان میکنند، انتحال کننده سوار بر یک موتور کرولای سفید بوده و کاروان نیروهای پلیس را هدف قرار داده است. انتحال کننده توانسته است موتور حاملش را به سرعت از پاسگاه بازرسی پلیس عبور دهد و با نزدیک شدن به کاروان نیروهای پلیس در کنار یک تانک منفجر کند. و گفته شاهدان این رویداد خسارات مالی نیز به باشندگان محل وارد کرده است. این نخستین حمله از این نوع پس از 8 ماه در هلمند است، اما در گوشه دیگر درگیری هراس افغانان با نیروهای امنیتی در ولسوالی سنگین از یک ماه به این سو ادامه دارد. درگیری که حکومت افغانستان اعلام کرده است، نظامیان پاکستانی آن را رهبری می کنند. هلمند بیشترین جنگ افغانستان را در خود جای داده است، اما گفته می شود بیشتر جنگ هلمند در سنگین است و ولسوالی که دارای موقعیت استراتژیک است و اگر طالبان آن را تصرف کنند می تواند بسیاری بخش های دیگر جنوب را از همین طریق کنترل کند. نشست امنیتی امروز با درخواست دکتر اشرف غنی احمدزی تحت ریاست رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست با اشتراک وزیران سکتور امنیتی در مورد موضوعات گوناگون به ویژه نگرانی های امنیتی بحث صورت گرفت. این خبر را یک منبع نزدیک به دکتر اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری تایید می کند، اما در مورد جزئیات بیشتر این نشست چیزی منتشر نشده است. صادرات افغانستان نسبت به پارسال 19% کاهش یافته است. زمانگیر شدن انتخابات به گفته اتاق تجارت و صنایع از علتهای بنیادی آن است که نسبت به سه ماه پارسال امسال صادرات کشور کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. تمیم شهیر در این مورد گزارش می‌دهد. آغاز امسال سال خوبی برای صادرات افغانستان نبود. خوشبینی هایی که پارسال ایجاد شد و صادرات کشور به یک بارگی 33% افزایش یافت، امسال چنین نیست. افغانستان امسال با کاهش 19% صادرات سه ماه را سپری کرد که در کنار دیگر تهدیدها تهدید تازه‌ای است برای اقتصاد کشور. این همه را انتخابات ریاست جمهوری برمغان آورده است، به ویژه هنگامی که امسال انتخابات زمانگیر شد. بلند رفتن تعرفه های گمرکی از سوی پاکستان و اخاذی ها نیز بهانه شده است برای کاهش صادرات. متاسفانه ربع اول سال 1393 ما را که مقایسه میکنیم با ربع اول سال 1392 یک سلسله مشکلاتی هست که یعنی یک فیصدی کاهش را نشان میده در قسمت صادرات ما، و هم ناشی از این بوده که با درازا کشیدن موضوع انتخابات، مشکلات انتخاباتی. اما حاصلات کشاورزان امسال خوب بود. از زمین‌هایشان فراورده‌های خوبتر و بیشتر به دست آوردند. از سوی هم معاون اتاق تجارت و صنایع یکی از علت‌های کاهش صادرات را سخت‌تر شدن شرایط گمرک در بررسی صادرات میوه کشور می‌داند که این کار به باور و زمینه قاچاق را فراهم کرده است. جنس میرن، اما جنس خود افغانستان تولید میشه. شما میبینین که خوبترین زردالوی امسال داشتیم، ولی خربوزه هم داشتیم، اما اکثرشان توسط یک تعداد قاچاق برا که این مسئولیتشان به دوش خود گمرک هستن. شرایط سخت سخت هست. هیچگاه افغانستان نتوانسته بیلانس تجارت را یکسان سازد. اکنون هم میزان صادرات و واردات کشور اصلا قابل مقایسه نیست. افغانستان به گونه میانگین سالانه 500 میلیون دلار صادرات دارد، اما در برابر از کشورهای بیرونی به ارزش 10 میلیارد دلار کالاها را وارد می کند. و در همین حال درآمد امسال پلیس ترافیک کابل به گونه چشمگیری کاهش یافته است. مسئولان ترافیک کابل می گویند حساسیت با عدد 39 در پلیت ها حدود 1 میلیارد افغانی از درآمد پلیس ترافیک کاسته است. موضوع کوچکی که حالا به مشکل بزرگی بدل شده است. نمبر پلیت های دارای عدد 39 پروپاگند های شماری از کسان استفاده جو سبب شده است که مردم حاضر نشوند پلیت های دارای نمبر 39 را بخرند، و ریاست ترافیک کابل از این ناحیه سخت آسیب دیده است.
کاهش چشمگیر درآمد امسال ریاست ترافیک کابل. سالانه ما 2 میلیارد عواید داریم به دولت. خوازی اگر چی شود تقریبا در حدود چیز کم 1 میلیارد ما فعلا باید پول میپرداختیم به دولت که از اثر همی پلیتی که مردم حاضر نشده فعلا کسر عواید ببارم. در همین حال وزارت داخل از مردم میخواهد نباید فریب چیزی پروپاگاندا ها را بخورند. با این افراد باید مبارزه بکنیم. این مطلق فساد است. این افراد مفسد هستند. اینا مردم بیچاره و مردم ما که زیاد میتونه زود تحت تاثیر این مفکره ها بره فریب میتن و با فریب دادن مردم اینا خودشان عاید به دست میارن. با گفته مسئولان در هر 100 هزار نمبر پلیت بیش از 2400 شان از همین نمبر پلیت هاست. اما در 7 ماه گذشته از میان 82 پلیت دارای نمبر 39 تنها 40 نمبر پلیت آن توزیع شده است. وزارت داخله جامعه مدنی رسانه و امامان مساجد می خواهد تا در این زمینه به مردم آگاهی داده و پلیس ترافیک را همکاری کنند. برای کارمندان اجیر دولتی مواد غذایی کمک کرد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که این کمک ها شامل آرد، روغن و برنج می شود و در مرحله نخست 2000 خانواده از آن بهره مند خواهند شد. در این حال انتظار می رود این نهاد برای مهاجرین وزیرستان شمالی که به ولایت خوست آمدند نیز کمک کند. کمک هایی که صورت می گیره عبارت از یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، یک بشکه روغن است و به طور اوسط مصارف یک ماهی یک خانواده را تامین میکنه که در این وقت حساسه که مردم ما واقعا به بضاعت هستند، مشکلات زیادی مواجه با مشکلات زیادی مواجه هستند، بر ازوا یعنی دستشان گرفتن و رسیدگی برای مستحقین کردن واقعا یک ثواب بسیار بزرگ است. وزارت امور داخله از کشته شدن 20 هراس افکن در عملیات های مشترک نیروهای امنیتی خبر داد. در خبرنامه این وزارت آمده است که این عملیات ها در یک شبانه روز گذشته در بخش های از ولایت های اروزگان، هرات، هلمند، فاریاب، بغلان، غزنی، قندهار و میدان وردک انجام شد. بر بنیاد خبرنامه این وزارت یک هراس افکن دیگر در این عملیات ها زخم برداشته و 6 تن بازداشت شدند. چند جنگ افسار نیز در جریان این عملیات ها به دست نیروهای امنیتی افتیده است. با فشرده چند خبر از جهان، شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شده است. این شورا در بیانیه‌ای که پس از نشست اضطراری شب گذشته نشر شد از افزایش شمار تلفات در نوار غزه ابراز نگرانی کرده و بار دیگر خواهان برقراری فوری آتش‌بس شده است. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز که به شرق میانه سفر کرده از طرفین خواهان توقف عملیات نظامی اسرائیل شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است شواهد زیادی وجود دارد که بیانگر نقش روسیه در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری مالزیا بر فراز اوکراین است. کری روز گذشته در واشنگتن با بیان این مطلب افزوده است که مسکو باید مسئولیت اقدامهای جدایی طلبان در شرق اوکراین را بپذیرد. در پی سقوط بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالزیا در منطقه زیر کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین پنجشنبه هفته گذشته تمام 298 سرنشین هواپیما کشته شدند. گفته می شود این هواپیما توسط یک موشک هدف قرار گرفته بود. از همراهیتان به این ساعت خبری سپاسگزاریم. شبتان خوش.